سلام، خوش اومدین به 172مین شماره از روزنامه سرخابی. امشب دوشنبه 21 تیر ماه به رسم همیشگی خبرهای مهم روز رو کنار هم مرور میکنیم. ولخرجی میلیاردی سپاهان، پاداش برای سر پرسپولیس. سه‌شنبه 29 تیر ماه در چارچوب رقابت‌های هفته 27 لیگ برتر ایران، تیم فوتبال پرسپولیس باید در شهر تبریز به مصاف تیم ماشین‌سازی بره، تیمی که سقوطش به دسته پایین‌تر قطعی شده. با این وجود به نظر میرسه این تیم حالا با پیشنهادات خارجی اهداف دیگه‌ای رو دنبال می‌کنه. اهدافی از جمله زمین زدن سرخپوشان تهرانی برای عدم دستیابی این تیم به قهرمانی. این امریه که یحیی گل محمدی سرمربی سرخای پایتخت هم از اون آگاه شده و پی برده که یک تیم صنعتی که با پرسپولیس بر سر کسب عنوان قهرمانی مبارزه میکنه، وعده پرداخت پاداش 2 میلیارد تومانی به ماشین سازان در صورت گرفتن امتیاز از صدرنشین فعلی لیگ برتر داده. این موضوع امروز با مصاحبه عجیب هافبک ماشین سازی رنگ جدی تری به خود گرفت. منصور باقری در اظهاراتی قابل تأمل در همین خصوص از تغییر سرنوشت قهرمان به دست سبزپوشان تبریزی خبر داد و گفت: ما میتونیم سرنوشت قهرمانی رو عوض کنیم. از جون مایه میذاریم و باید ببینیم خدا چی میخواد. چند روز تعطیل هستیم و بعد به تبریز برمیگردیم تا ببینیم کادر فنی و آقای اکبرپور چه برنامه‌ای برای اون بازی دارن. اما ما میتونیم سرنوشت قهرمان لیگ رو تغییر بدیم. پایان سکوت موشک. اولین پالس های مهدوی کیار. پس از جلسه روز گذشته هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اعلام شد که مهدی مهدوی کیار، ستاره فراموش نشدنی فوتبال ایران، به عنوان سرمربی تیم فوتبال المپیک انتخاب شده و قرار شهاب‌الدین عزیزی خادم مذاکراتی رو برای قبول هدایت این تیم با باشگاه هامبورگ انجام بده. مهدوی کیار که پس از اعلام این خبر چند ساعتی رو سکوت کرده بود، در نهایت اولین واکنش رسمی خودش رو نسبت به این خبر اعلام کرد که نشان دهنده علاقه اون به حضور روی نیمکت تیم ملی امیده. اون در همین رابطه خطاب به دوستان و همچنین رسانه‌ها در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: مذاکرات مثبتی با فدراسیون فوتبال انجام شده و در صورت موافقت باشگاه هامبورگ و نهایی شدن توافقات و جزئیات همکاری با فدراسیون فوتبال در روزهای آینده پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهم بود. دسیسه مددی علیه فرهاد، تضعیف تیم. هروی میلیچ که اخیراً از باشگاه استقلال جدا شده و قراردادش رو با این تیم بعد از 2 سال حضور فسخ کرده، در تازه ترین گفتگوی خود از عملکردش در جمع آبی پوشان تهرانی دفاع و تأکید کرد شرط اول فرهاد مجیدی بازگشت اون بوده، اما با کارشکنی های شخص احمد مددی مدیر عامل آبی های پایتخت این اتفاق رخ نداد. اون در همین رابطه افزود: حداقل تا 3 سال دیگه میتونم بازی کنم. همه دوست داشتن من در استقلال بمونم، ولی مدیر عامل استقلال هنگام رفتن قصد تضعیف تیم رو داره. اون باعث عدم بازگشت من به استقلال شد. پاداش ویژه مجیدی برای فتح دربی 96. فرهاد مجیدی سرمربی تیم فوتبال استقلال طبق روال هفته‌های اخیر تصمیم گرفته برای پیروزی تیمش در جدال حساس مقابل پرسپولیس در رقابت‌های جام حذفی به طور شخصی پاداش ویژه‌ای رو در نظر بگیره. بر همین اساس فرهاد به شاگردانش اعلام کرده که در صورت برد در دربی 96م به هر نفر 50 میلیون تومان پاداش خواهد داد. ضمن اینکه گفته شده مجیدی برای گلزنان و کلینشیت دروازه‌بان هم پاداش جداگانه‌ای مد نظر قرار داده. شوک جدید به پرسپولیس، جدایی ستاره قبل از پایان لیگ. به نظر میرسه کار حضور محمد حسین کنعانی زادگان، مدافع باشگاه پرسپولیس و تیم ملی ایران، برای حضور در تیم الاهلی قطر به اتمام رسیده. انتقالی که پیشبینی میشد در پایان فصل نهایی و رسانه‌ای بشه، اما اکنون بر اساس ادعای روزنامه الرایه قطر به نظر میرسه مدافع پرسپولیس پیش از پایان لیگ از جمع سرخپوشان جدا خواهد شد. روزنامه الرایه در شماره امروز خود ضمن اشاره به این موضوع اعلام کرد که مسئولان الاهلی در جریان تاریخ دقیق ورود کنعانی زادگان به قطر قرار گرفتند. این روزنامه خبر داده که مدافع باشگاه پرسپولیس ظرف چند روز آینده برای عقد قرارداد رسمی به دوحه سفر میکنه و بلافاصله در تمرینات این تیم حاضر خواهد شد.
سنگ بزرگ مدیر برنامه‌های آل کثیر سر راه پرسپولیس. بر اساس اخبار واصله از اردوگاه سرخپوشان تهرانی، عیسی آل کثیر مهاجم زهردار پرسپولیس به کادر فنی تیم اعلام کرده که امروز یا فردا تمریناتش رو شروع خواهد کرد تا برای حضور در دربی 96ام آماده بشه. با این حال به نظر میرسه یحیی گل محمدی به این موضوع چندان امیدوار نیست. البته نه به دلیل مصدومیت، بلکه به این خاطر که شکایت مدیر برنامه‌های عیسی بابت پرداخت نشدن حق ترانسفرش باعث شده عیسی آل کثیر فعلا نتونه سرخ‌ها رو در ادامه راه از جمله دربی همراهی کنه. مطابق قانون به ازای هر ترانسفر بازیکن باید 7% از مبلغ نقل و انتقال رو به ایجنت رسمی خود پرداخت کنه و در صورتی که این اتفاق رخ نده ایجنت میتونه از بازیکن شکایت کرده و جلوی بازی کردن اون رو تا زمانی که رضایت بده بگیره. مصطفوی مدیر تیم ملی فوتبال امید شد. در مراسم امضای تفاهم نامه مشارکت در هزینه‌های تیم امید که امروز با حضور سید رضا صالحی امیری و شهاب الدین عزیزی خادم در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد، با پیشنهاد رئیس کمیته ملی المپیک داریوش مصطفوی به جهت ایجاد ارتباط مؤثر فنی و مدیریتی بین فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک به عنوان مدیر تیم امید ایران انتخاب شد. یقه‌گیری مجدد شستا با سئول نشین‌ها. اخطار تخلیه برای فدراسیون فوتبال و پرسپولیس. فدراسیون فوتبال در زمان ریاست مهدی تاج و در آبان ماه 1398 بابت پرداخت بخشی از قرارداد سرمربی وقت تیم ملی ایران مارک ویلموتس از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 2,000,000 یورو قرض گرفت و بابت اون چک ضمانتی رو به تاریخ 31 فروردین 1399 صادر کرد. پس از پرداخت نشدن این بدهی، شستا با اقدامات قضایی سند ساختمان فدراسیون فوتبال و سدانگ ساختمان باشگاه پرسپولیس که به نام فدراسیون فوتبال بود رو به تصاحب خود درآورد تا به این شکل طلبش از فدراسیون فوتبال رو تسویه کنه. حالا خبر رسیده که شستا با ارسال اظهارنامه قضایی به فدراسیون فوتبال خواستار پرداخت اجاره بهای هر دو ساختمان شده و به فدراسیون فوتبال اخطار تخلیه داده. فدراسیون دست به دامان قوه قضاییه شد. رئیس فدراسیون فوتبال و مدیر عامل باشگاه پرسپولیس نسبت به حکم پرونده شستا و تملک ساختموناشون دست به دامان ریاست قوه قضاییه شده و تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را ارائه کرد. سایت رسمی فدراسیون در همین خصوص نوشت: در پی تملک ساختمان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس توسط شرکت شستا که به نظر فدراسیون رأی دادگاه محترم و اقدامات شستا در استفاده از چک تضمینی منطبق با موازین قانونی، شرعی و عادلانه نبوده، درخواست تجویز اعاده دادرسی ریاست فدراسیون و مدیر عامل پرسپولیس تقدیم دفتر ریاست قوه قضاییه شد. خطر کسر 6 امتیاز بیق گوش تراکتور. یکی از نقل و انتقالات جنجالی فصل جاری بدون شک انتقال سعید واسعی از باشگاه پیکان به تراکتور بود. ستاره‌ای که مدعیه در زمان عقد قرارداد با تیتی‌ها بازیکن آزاد بوده اما در ادامه با شکایت پیکان محروم و به پرداخت غرامت محکوم شد. بر اساس رأی صادره، باشگاه تراکتور باید مبلغ 1,274,000,000 تومان به پیکان پرداخت می‌کرد، اما تیتی‌ها از این مورد سر باز زدند تا ماشین سازان به سراغ کمیته انضباطی رفته و علیه سرخ‌های تبریزی حکم جدیدی بگیرند. بر این اساس تراکتور موظف شد طی 30 روز علاوه بر پرداخت مبلغ قبلی 350 میلیون تومان هم به عنوان غرامت پرداخت کنه. اما عجیب اینجاست که حالا 40 روز پس از صدور رأی مجدد تراکتوری ها مبلغی رو پرداخت نکردند. با این شرایط پیکان میتونه با حکم کمیته انضباطی واسعی رو به 3 جلسه محرومیت و باشگاه تراکتور رو هم به کسر 6 امتیاز محکوم کنه. اخراج 4 نارنجی پوش، سایپا تکذیب کرد. بعد از اعلام نارضایتی فراز کمالوند سرمربی باشگاه سایپا از بازیکنان تیمش و انجام صحبت‌های مشکوک در رابطه با دروازه‌بان تیم، از طریق افراد نزدیک به باشگاه خبر رسیده که محسن مسلمان، کوروش ملکی، رضا جعفری و مهرداد عبدی توسط کادر فنی اخراج شده و در 3 هفته پایانی لیگ برتر در فهرست این تیم حضور نخواهند داشت.
با این حال مدیر رسانه‌ای نارنجی پوشان این خبر را تکذیب کرده. علی شیر علی خانی در این باره اظهار داشت: اعضای هیئت مدیره باشگاه سایپا و کادر فنی تیم امروز تشکیل جلسه دادند و به این نتیجه رسیدند که عملکرد فنی این چهار نفر مطلوب نبوده و تصمیم گرفتند تا اونها را در اختیار باشگاه قرار بدن، اما این نفرات اخراج نشدند.